مشکلی که آلمان با ناراحتی بسیار تا کنون از کنار آن گذشته بود بر سرش خراب شد و آن هم حمله یک جوان 17 ساله افغانی در قطار منطقه‌ای مسیر شهر وورتسبورگ است که به چند تن از مسافرین آن حمله کرد، آن هم با چاقو و تبر. در آلمان گفته شد حمله با چاقو به مردم بیگناه که حماس آن را در اسرائیل مدتی است شروع کرده، برای نوجوانان افراطی اسلامی نوعی همدردی به حساب می آید. با در نظر گرفتن این نکته که بیش از 300 هزار نفر از پناهجویانی که در سال گذشته به آلمان آمده اند بدون ثبت اطلاعات شناسایی ناپدید شده اند، احتمال می رود چنین عملیاتی در آلمان نیز افزایش یابد. در گزارش وزارت امور خارجه ایالت بایرن، پایتخت شهر مونیخ، آمده است جوان مزبور پناهجوی افغانی است که بدون سرپرست به آلمان آمده و از دو هفته گذشته نزد والدین انتخابی از سوی دولت زندگی کرده است. نوجوان افغانی در قطاری که به طرف وورتسبورگ می رفت با چاقو و تبر به مسافرین حمله و طبق گزارش پلیس 4 نفر را به سختی مجروح کرد. مجروحین یک خانواده از هنگ کنگ بودند. پلیس میگوید قطار مسافری مجبور می شود بین دو شهر ایست کند و ضارب هنگام فرار با تیراندازی پلیس از پای در آمده کشته می شود. مسافرین شاهد در قطار میگویند حمله این نوجوان ترن شهری را تبدیل به حمام خون کرد. پلیس در منزل او پرچم با دست کشیده داعش را پیدا کرد که نشان می‌دهد از این گروه هولناک طرفداری می‌کند. چنانچه یکی از مسافرین به پلیس گفته، شب گذشته افغانی مزبور هنگام حمله فریاد زد الله اکبر. پلیس در وهله نخست امکان همکاری این فرد را با تروریست‌های داعش تایید نکرد، اما در نشریه شپیگل آمده است وی پرچم داعش را در اتاق خود داشته که به احتمال از طرفداران این گروه تروریست بوده است. یواخیم هرمن وزیر امور داخلی ایالت بایرن از حزب ائتلافی سوسیال مسیحی اعلام کرد نوجوان افغانی 4 نفر را به شدت مجروح کرد و جان 2 نفر آنها در معرض خطر است. وی 2 سال پیش به آلمان آمد و از 2 هفته گذشته از هایم نوجوانان بدون سرپرست به نزد یک خانواده منتقل شده بود. وی بعد از مجروح کردن 4 مسافر ترمز خطر ترن را می کشد و هنگامی که قطار می ایستد فرار می کند و به صورت کاملا اتفاقی مأمورین در محل بوده وی را از پای در می آورند. شپیگل از قول نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست می نویسد 4 فرد مجروح، زن، شوهر و دخترشان و با دوست دخترشان بودند. وزارت امور اجتماعی ایالت بایرن اعلام کرد طبق آمار موجود ایالت مزبور تا ماه مارس سال جاری 15500 نوجوان زیر سن بلوغ بدون سرپرست را از کشورهای سوریه، اریتره و سومالی پناه داده است. ایرج ربیعی